رنه فرنی از نویسندگان مشهور و مطرح فرانسه در دوران ماست. برگردان فارسی رمان همه رویاهایتان را به یاد می آورم که به ترجمه منصور انصاری در ایران منتشر شده، نخستین اثر رنه فرنی است که به فارسی ترجمه و در این کشور به چاپ رسیده است. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، رنه فرنی چه کارنامه‌ای داره؟ رنفرنی که اکنون یکی از مطرح‌ترین نویسندگان فرانسه هستش، در سال 1947 در یک خانواده و محله فقیرنشین در مارسی در فرانسه به دنیا آمد. در ارتش بود اما از ارتش فرار کرد. به قول خودش یک صبح خوب از سیاه‌چال ارتش فرار کرد. وقتی فرار کرد خب طبیعتاً حالا باید یک هویت جعلی تحت تعقیب قرار می‌گیره، باید یک هویت جعلی برای خودش درست می‌کرد با اوراق جعلی. در اون زمان مرزها خب سفت و سخت بود، کنترل بود. با اوراق جعلی از مرزها گذشت، رفت در کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد و بعد و برای اینکه زندگی خودش رو هم تأمین بکنه به انواع کارهای کارگری و غیره تن داد و کار کرد و در واقع به قول خودش در جاده های ناآشنا راه پیمود و مدتی هم تا استانبول رفت، در ترکیه اونجا موند و بالاخره به فرانسه بازگشت. در این حال در فرانسه هم کارهای مختلفی کرده، مثلا 7 سال پرستار بود در یک بیمارستان روانی و خب طبیعتا اونجا تجربه های گوناگونی رو از سر گذران، به خصوص اینکه به قول خودش انواع مختلف جنون و دیوانگی آدم ها رو دید و با اونها زیست و از اونها آموخت. مدتی هم در یکی از زندانهای فرانسه کارگاه نویسندگی خلاق داشت برای زندانیان که این هم او رو با چهره ها و تیپ های مختلف و با آدم های مختلف با سرنوشت های مختلف آشنا کرد و این تجربه زیسته گسترده طبیعتا در کار ادبیات او به کار آمد. و بعد او در این حال میدونیم که یه مدت هم رستوران داشت، مشکلات مالی پیدا کرد، به زندان رفت به خاطر این، یعنی در این حال زندان رو هم تجربه کرد. حالا این تجربه های گوناگون، تجربه فرار، آوارگی، زندان، نمیدونم تجربه مثلا کار در بیمارستان روانی و غیره، همه به کار آمده و این مثلا یک تجربه غنی زیسته برای او فراهم کرده و او حدود 15 رمان نوشته که جوایز بسیار زیادی هم در فرانسه و اروپا گرفته، از جمله جاده های سیاه، ما هرگز تنها نمیخوابید، نامزد کلاغ‌ها و از دیگر آثار او هستش. و همونطور که گفتم یکی مثلا زندگی او یکی نمونه میتونه باشه از اینکه نویسنده باید تجربه زیسته گسترده داشته باشه تا بتونه لایه‌های مختلف آدمی رو به ادبیات برکشه. خب آقای سرکوهی، بریم سراغ رمانی که در ایران منتشر شده، همه رویاهایتان را به یاد میآورم. چه داستانی داره، چه فضاهایی داره؟ خب همونطور که گفتین در واقع حالا این نویسنده با این رمان به حساب کتابخوانان فارسی زبان هم معرفی شده. در این رمان خود نویسنده حضور پررنگی داره و طبیعتاً یک نویسنده با این غنای تجربی زیسته وقتی در حضور پیدا میکنه در رمان میتونه چشم‌اندازهای گوناگون رو تصویر بکنه. این فرق داره با نویسنده‌هایی که تجربه زیسته ندارن، در اینها وقوف هم ندارن و خودشون حضور پیدا میکنن اما خودشون در واقع حرفی برای گفتن ندارن. و حالا علاوه بر این به اصطلاح بنابراین حضور نویسنده با تجربه‌های پرفراز و نشیبی که داره رمان رو غنی میکنه. رمان یک مجموعه است از داستان‌های گوناگون که این حول محور شخصیت‌ها شکل گرفته. آدم‌هایی هستند، حذف شدگان هستند، آدم‌هایی که صدا نداشتند، آدم‌های سرگشته، زندانی‌ها، بی‌خانمان‌ها، مردها و زن‌هایی که به اصطلاح در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و در عین حال رونده می‌شن به مراکز به اصطلاح به متن و این تضاد متن حاشیه در این آدم‌ها به اصطلاح تلاطم‌های گوناگون به وجود میاد. بسیار سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. منم از شما متشکرم.